همه عزیزان گرانقدر حاضر در این محفل. 125مین برنامه کاروان شعر اختصاص داره به رونمایی دو مجموعه شعری بانو فاطمه احتر. من چاپی دو اثر به خود بانو احتر و همه ما و شما و تمام حوزه زبان پارسی خود از سباد میدونم. در شرایطی که میخواهند زبان پارسی در کشور ما به انزوا قرار بدن، سرودن یک شعر مبارزه است، چی رسد به چاپ کتاب و هم چاپ دو کتاب. قرعه صحبت در مورد هر دو کتاب در همین تقریبا دو هفته آخر به نام من رقم خورد. من که از صبح تا شام و بعضی روزا تا شب کار میکنم، بسیار فرصت تنگ بود برای حواسی کردن در این دو مجموعه. باز هم من دیدگاه های خود جمع جور کردم، به هیچ وجه دیدگاه من نقد نیست که من نقاد نیستم. من صحبت های خود چون در مورد دو مجموعه است، اگر کمی طولانی هم میشه براتون حوصله هم بیخواهیم، من با یک انتقاد آغاز میکنم. پیش از همه باید بگیم که فاطمه احتر شاعر است و شاعر خوب است. همچنان ما در برنامه های کاروان شعر شاهد این بودیم که بخش بررسی و نقد در برنامه هم فاطمه احتر اوقدامه، یعنی شاعر آگاه هم است. انتقاد محض کجاست؟ وقتی ما از فاطمه احتر میخواییم که در برنامه با ما شعر بخوان، شعر خود که میخواه کسی می تصور میکنه که نخستین بار با این شعر ما واجه شدن. خب تا اینجا پی کرده نیست، چون یک شاعر خوب میدونه یک شعرخوان خوب نباشه. اما ما در شعر دو جنبه یا دو قوه داریم، قوه دیونیزوسی و قوه آپولونی، که البته جوشش کوشش میده ای برگرفته از اسطوره شناسی هیلنیزم است که از یونان باستان بوده و نیچه هم یک مقاله داره بصیرت دیونیزوسی و جهان. اصلا این آپولون خدای روز، خورشید، روشنایی و دیدگاه آپولونی بر مبنای فضیلت نظم، انضباط، قانونمندی. در برابرش دیونیزوس خدای تاریکی، خدای شب، از خود بیگانگی، خارج از چوکات. اینا رو جوشش یا همون دیونیزوس که میگن این همون جذبه و همون الهام یا انرژی جادی که میگه او هست. اما کوشش یا آپولون قدرت هست که مایل در دو مرحله کار داره. یک مرحله، یکی خود شاعرهایی هست که شعر میسرهای رو قدر خوب شعر میسره. یکی شاعرهای آگاه هست که مطالعه دارن، مثل خانم مکتب شعر هم بشناسن. این در مرحله اول نهادینه میشه در خود شاعر، وقتی که شعر میسرهای هست ناخودآگاهش عجیب میشه و شعرش. در مرحله دوم ما قدرت آپولونی رو برای نقد کار داریم، برای از اینکه شعر خود وقتی که تولد شد بعد از اون اونه باید هر شوهایش بخشای زدودنی و افزودنی و جانشینا و همنشینا و اینا رو به تراش بخورشید که زیباتر شد. خانم اختر در بخش دوم قوه آپولونی ظاهر نمیشن، یا از سهرنگاریست یا عادت از حالان که توانمندی و این مطالعهش داره. این بود انتقاد من. اگر خانم اختر در بخش دوم ظاهر شود، باور کنید که شعرهای فاطمه اختر میگه از این تره شیرینتر و زیباتر کنید. من این طرف رو برای خواست نگرم، سه صفحه وقت گرم. من از چند کار ساختاری و بدیهی فاطمه اختر شروع میکنم. البته نمونه است، نمونه نمونهایش است. کل شعر به خاطر رعایت وقت نمیخوانم، تنها اون جایی که نقطه دارم در مو امونه امون قسمت چه میخوانم که وقت هم رعایت کنم. کار اول ساختاری که در یکی از شعرها که نام یعنی کتاب مسعودان شکسته زندگی، به اینجا فاطمه احتر دو کار زیبای ساختاری کرده. یک در دقت لازم زیاد کار دارد.
شر را که مثلا یک قسمتش میگه شر نیمایی است یک قسمت میگه ناگه صدای پرتنش بم اوزان زندگی را در هم شکست. نیمایی است مثلا نه ناگه صدای پرتنش بم مفعول فاعلات و مفاعیل اوزان زندگی را مفعول فاعلات در هم شکست مستفعلان شر نیمایی است. وقتی بم انفجار میکنه هر آن چیزی که در پیش میشه اون کسی که میگه تک 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 میگه از طرف پاش میده. فاطمه احتر چی کرد؟ وقتی میگه در واجه شکست امی کار را که بم در حقه هر چیزی در پیش میگه میکنن از یک کار ساختاری دیداری زیبا استفاده کرد. واجه شکست را گرفتن تک تک کردن هر واجه شکست هر حرفش اون طرف هم داده چین یک طرف کاف دیگه طرف سین دیگه طرف که دیگه طرف که همون لحظه انفجار بم در ذهن شما تداعی شد و زیباتر از اینکه وقتی میگه که اوزان زندگی رو در هم شکست بعد از این نقطه شعر اوزان شعر نیمایی هم مشکل دیگه شعر سفید میشه. باز مثلا میگه که خواب و زندگی خوابانده را برا شفت و پایان داد دلتنگی ها یعنی شعر سفید میشه واقعا که دو کار ساختاری زیبا داره این یک شعر. سروده دیگر صفحه 176 در کتاب اوزان شکسته زندگی این شعر فقط یک آگاهی است. بازگل ملچی هست تمام هیچ نوع کار بدیعی و بیانی صورت نگرفته فقط یک آگاهی. بازگل ملچی که هم خودش میسرود هم خودش آهنگ میساخت هم خودش میخوان و دوست هم زرانه میخوان هم مردانه این واقعا در هنر فولکلور افغانستان یک چهره نادرتر. خب فاطمه اختر چی کرده اینجا؟ اینجا جایگاه دستوری واژه ها را وارونه کرد. مثلا پسوند صفت عالی را ما شما صفت تفصیلی صفت عالی داریم پسوند صفت عالی را از پشت صفت کشیده در پشت اسم داده صفت اولا در جای اسم تو وارونهش دارم مثلا تو شروع میشه ماه شب تار میگه کجا رفته ای او میگه کجا میره میگه سرودترین کهن واژه ترین ازلی زبانی ترین باستان این وقت گویه که کهن‌ترین سرود، ازلی‌ترین واژه، باستانی‌ترین زبان جایگاهش وارونه میکنه. چرا؟ که نشان بده که مرد همه چیز رو وارونه میکنه. یعنی واقعا یک کار زیباست. یک کار که تال، من یک کار تال شعر خواندیم نه ایتو نگیده بودم یک کار زیبا رو واقعا که هیچ نوع بدی و بیان درش نباشه اما با واژه ها بازی ده. در شعر صفحه 157 همین کتاب شعر آغاز میشه. ترانه های غمگنانه غربت با دندانه هایش گروه ها را تخریش کرده است. میاد آخر شعر میگه نه هم به آینه بندان نور و قطعه ها و ناتمام ترین شعر ناتمام میمونه ختم میشه. ما داریم محتل های باز و محتل های بسته. محتل های بسته مثل پیاله یک بار مصحف است مثل بعضی ما این دیوار است. محتوای باز چیست؟ محتوای باز به تناسب مخاطب آگاه ایجادگر ما تعبیر متفاوت برای متن باز داریم. یعنی متن باز مخاطب برای تفکر دعوت میکنه. در ذهن مخاطب در ذهن خودش متن باز هست. تکمیل میکنه یا ادامه میده بدون از اینکه کوچکترین دستبرد در شعر داشته باشد. کوچکترین تحریف نداره. نه چیزی میگیره نه چیزی میگذاره. اما امتداد میده. ادبیات نمی است. ادبیات به پرسش ها پاسخ نمیگرد. ادبیات ایجاد پرسش می کنه. شعر زیباست. در صفحه 9 خب اینجا از یک سند تکرار استفاده کرده وقتی باران می باره هر طرف می باره باران باران فاطمه اختر گفت جایی که می شود از عشق گفت گلوله تخم نفرت می کارد و در زمینی که دامنش را برای باران پند کرده باران 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 اجساد با قلب های یعنی صنعت تکرار بسیار زیبا استفاده میکنن خوب است. اما وقتی در شعر صفحه 7 میاد یک کار خارق العاده میکنن آدم غافلگیر میشن خود فاطمه اختر جز ببینیم شما اینجا طرف سایر ما شما داریم صنعت های بدیعی لفظی خوب هستن اونقدر ارزش نه که صنعت معنایی دارن صنعت لفظی نه. اما هنگامی که ما یک تناسب معنایی در صنعت لفظی داریم اون ارزشش مضاعف دو برابر میشه.
فومي شاف بوجلد باش باش ما بيزا ميرا بقى مش هو سيكاس كخورا سين احلى طن 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 كوف دورا ميجر اوف 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 شما از اینجا امی صدای اوف اوف هم بشنه دارو ببینه بگم در ناتوانی من من که میگه من شاید زن است چون در فرهنگ ما و جامعه ما میشه گروه زن هم خفت کردن در ناتوانی من سترمنی تو خفته است ای فرهنگ فرو خفتگی و خفت تذیر اصیر فقر اوف 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 بسیار زیبا این لحمه امروز میره اما اینا شما میره فیر نشده اینا رو خیر نشده ببینید وقتی که شما دستان در گروه بگذارید و فشار بدید صدایی که میبراید تقریبا صدای خیر هست یک از رقفت میبین این صدای خیر میبراید اینا رو شما متوجه صدای خیر باشید که فرهنگ اگر میگن تو من خفت کرد اگر من اگزر هستم این فرهنگ تو از دیگه دستان در گروه ماندی و نمیمانی صدای خود رو کشید این گفت رو نزده با این این نحوه حروف در واجرایی رو بردن میگن میگن در ناتوانی من سترونی تو خفته است ای فرهنگ فرو خفتگی و خفت یعنی واقعا یک کار بسیار غافلگیر کننده و زیبا است. در شعر 15 صفحه 31 این کتاب در بند آخر از شعر یک کنایه است. این بیشتر ادعای اون کسایی است که میگه شعر بدی و بیان نیست، شعر انعکاس دردهای جامعه است. درست است، اما این شعر یک انعکاس دردهای جامعه با زمان هنر این بحث نداره. ما اون بحث همین بند آخر آوردیم چون در این بند های دیگه باز بدی و بیان زیاد است. این یک بسیار زیبا کنایه زیباست. بگم من از دیار میایم که بخانه خانه رستم است. نداریم یک آهنگ بخانه خانه رستم است، بخانه خانه آرش برای روز امتحان دلاور کمان کشی. یعنی در خانه رستم است. اینجا چی میگم؟ ما من از دیار میایم که به خانه خانه رستم است، ولی همیشه بزدلان بی رستم روزگار آنها را به خاک و خون کشیدند. یه یافان به خانه دارید یه همان همسایی رو دارید دارخور بیشی باشه که کسی ما خدا برابر داریم اون خبر داریم هم و دارخور قدرت اتمیس هم مثلا اشغال در بیاره. بسیار کنایه زیبا در بود. در شعر 8 صفحه 17 کتاب اوزان شکسته زندگی در بند آخر شعر اینطور می ختم می شود. دیدارت حادثه است که در افسانه ها واقع می شود. در ادبیات فارسی همیشه دیدار محبوب مشکل مشکل آفرین و حتی غیر ممکن است، ولی هر کس به طریق می گه. اینجا چقدر زیبا گفته شما در افسانه افسانه یک چیز ماهی است. چون نمیفهمید چی وقت شده، وقت شده نمیفهمید، تاریخ شده. اگر تاریخ شده نمیفهمید افسانه نیست که تاریخ است. میگه دیدارت حادثه است که در افسانه ها واقع میشود. یعنی امو بیان های قدیم ولی با زبان بسیار شیرین بودن. خب یک نمونه از کارهای قدیم ساختاری فاطمه خلد بود. یعنی اگر فرصت بیشتر باشه میتونه بسیار چیزهای خوب هست در این شعرها پیدا کنه. میایید در انتخاب موضوع ما شاعرها این یاد داریم بعض شاعرهایی که تمام شعرشان را یک نقطه بدنشان است تمام هم همه شده بوز. اما شاعرها یاد داریم که اگر شعر عاشقانه هم میگن یک بوی از دردهای تاریخی و اجتماعی را به اون پیدا میکنیم. ما البته کار نداریم بگویم تو چرا این تو شعر میگی، تو هر کس دلش که هرچی نگه من به اون گپ ندارم. ما هیچ وقت بالا چیز نمیگم تو چرا این تو شعر میگی، هر کس هر حقه میگه. ما در کنارش شاعرهایی داریم که اگر شعر عاشقانه هم میگن با دردهای اجتماعی یکی نیست، با دردهای تاریخی که فاطمه اختر از جمله اون شاعر هاست. مثلا در این شعر من میخوانم ببینین شعر عاشقانه است، اما میخوایم متوجه این جاهای بلند هم باشیم. ما از شعر عروضی وزن نگرفتیم و جایش لحن نگذاشتیم. این میلحن شاعری که لحن درست نشناست، اجاها را نشناست در شعر سفید و به خاطر ما شعرهای سفید موفق کم داریم. به خاطر اینکه شعر سفید خیلی میگم بسیار ساده است. شما باید با اجاها بازی کنید. اجاهای بلند در ساختن لحن یک افا میسازد، اجاهای کوتاه یک چیز دیگر میسازد. من این شعر به این موضوع نمیخونم، من نمیخونم به خاطر یعنی شعر عاشقانه و درد تاریخی میخونم. شما متوجه اجاهای بلند هم باشید چقدر بازی میکنند این لحن میدن. ای شهزاده رویاهای طلایی، روزی که در خوابهای غفلت و رغبتناک جوانی هم تا
تو را سوار رخش مفعول که خواستنم را پا در رکاب تراوی داشتی میدیدم. خوب میگم خوابهای من تعبیر وارونه از ترک تازی های بود، با اسفار از نفس افتاده که خاک را در کوچه های واقعیت و چشم ره گذران میباشید و همه از درخشش خنجرها کور شده بودن. یعنی شما در بین این شعر ببینید شعر عاشقانه از خوابهای جوانی خود میگه شما عطر یا بوی دهها استعمال فاطمه اختر شاید تجربه‌ای شخصی خودش است. درست از مامیشه گفتیم که سرزمین ایجاد سرزمین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است، اما این دقیقه هیچ کسی مستثنی استثنا نیست. اما هر آن دردی که روی شاعرانیش تخلیش میکنه اون شعر میسازد. فاطمه اختر ما دستیب میشناس مادم مذهبی نیست، بلکه لابی داره مذهبی نیست، دیدگاه متفقانه هم برای این موضوع دارد. اما هنگامی که بودار انفجار میدن چند شعر بودا برای بودا شما در این دو کتاب میبینیم که فکر میکنن یک بودایی دارد شکل سرده باشد. یعنی شاعر مبارز است. وقتی که برای شما بگه که سخن گفتن از عشق ممنوعست، شما از عشق سخن میگنید مبارزه میکنید. در جایی که بگنید که شما از نور اگر حرف بزنید حرام است یا جرم است، وقتی شما از چراغ و آفتاب کرد بزنید شما مبارزه میکنید. یعنی فاطمه اختر شاعر مبارز هم هست. من به خاطر اینکه مصداق یعنی موضوع رو بیارم کدام موضوع ها و مضمون شعر فاطمه اختر میشه، من چند شعر صفحه‌هاش رو میگم، صفحه‌هاش و موضوعش. صفحه 124 همین کتاب اوزان شکستی زندگی، انسان از خیشتن خیش بیگانه است. صفحه 120 در این زمانه مصرف، همین زمانه مصرف کالا دنیای که بازار آزاد است و یک تلفیق بسیار زیبایی که انسان که کالا افتراق میشه میره انسان این زندگی ما کارگرها بسیار شیرین نیشیر بحث شده. روز ملی کانادا، شاعر بیرق نماد برگ نماد کانادا رو به شکل ایست میبینن و در اون جنایاتی که امریکا در جهان مرتکب میشن کانادا چون هم پیمانش از رو براوت نمیدن. یا سال نمی ترسایی صفحه 153 آفت ها و بناهایی که از طرف ها به کشور ما نوصل میشن اونا رو نشانه میگه. در آخرش هم میگه سال نمی ترسایی مبارکتان باد، یاد بود فتح را تکه های جگر اطفال گرسنه از درخت کرسمستان بیاویزید. ریشخند صفحه 136 دید متفاوت از شیطان میگه و شیطان همیشه بر ریش خدا میخندد. صفحه 100 عنکبود، عنکبود در اون کاوی میگه آمده اتاقشان گرفته تارم تنیده هم اتاقش آمده است. بسیار در اون کاوی بسیار زیبا دیگه است. کمالت دختر که نیلوفر جان در آغاز خواند، یعنی ایشه به ایشه کار بدی بیانی بسیار کم صورت گرفته، اما صحنه آرایی و همون در اینقدر زیبا تصویر شده که اگر شما مهدم باشید همون لحظه ای که زن در حالت زایمان است و فرهنگ بسته انتظار پسر است و این دختر را نمیگیرد و او دایه مثلا از شهر روی در خود پایین میگیرد، مجدگانی نمیگیرد، فعیل شادیانه نمیشد. این درد مالا این قرار داده اسم میگیرد، واقعا زیباست. من به مادر که در جرانواد افغانستان انفجار دادم شیرش هم کوتاخ بدم این خانم در این از کتابی در سایی نیفتودن است، تولد دختر هم در سایی نیفتودن. شعر صفحه 34 روزگار دیروز امروز رو مقایسه میکنه، میگه پهنای غرور ما وقت دست ناخورده تر بود و سرنوشت صفحه 45 جهان وطنی و سوء استفاده از این مفهوم. تنها یک شعر اجازه بدین که من با عینک سمیولوژی یا سمیوتیک بررسی کنیم که ببینیم نشانه ها چی گونه با هم دیگه رابطه برقرار میکنن. من شعر بازگشت از صفحه 79 انتخاب کردم. رئیس میگه یک اکیاد ما باشه هنگامی که ما موتیف مقاین در یک شعر پیدا کرده داریم دقیق که بفاید موتیف مقاین چی هست؟ در بین شعر میگن نشانه ها خود شد به خود معرفی میکنه، میگه من به این خاطر در اینجا هستم مانای خود در خودش دارتون برکن میگن و شما رابطه نشانه ها رو باز پیدا میکنه بسیار ساله. در این شعر شاید میگه شوید شروع میشه، میگه روزی که قضا سرنوشت نانوشتم را به دست اولاغ پشت برهنه بیوه جام سپرد و با کودکان برهنه ذهن خود، شاید شاعر وقتی که از وطن برآمده و یعنی موتیف مقاید این شعر غربت اجباری است، یعنی ناگزیر برای تاریک وطن شدن. ما چند رقم غربت داریم، یک رقم غربت است که از وطن ببرایم سلفی میگیریم میگیم واو ما میریم خارج وطن ترک میکنیم،
اینا که می این دو باور و سپاه افغانستان که از مطلب تر بگیرن ویدیوش دیده بگیرن دیگه بگیرن ما به حالت از واقعی دیگه کنید چقدر دلشان به وطنشان می سوک نوار از وطن بیرون می کنن ایش یه همون امون رو تبید درده داره مقتش اینا شای گنسی وقتی شای برمانه در توش یک اولاق الگوریتم خره که دین هم نداشت اولاق پشتران هم رفتن اما از این تجربه چقدر استفاده اون رایی کنن ما نداریم سر خر راجران یک عیب یعنی اون لحظه خود که میخواد از وطن تر کنه اینا ناخوش میبینه خود خر فرهنگ ما دشنال است و اون لحظه که وطن تر کنه ناخوش نده پیشتر که میره میگه و باز مثلا این دست سر اولاغ هست یک زاغ ببینه نمونه رو نشانه رو ببینه اولاغ، کلاغ، آوار، سرگردانی، چشمه، کوسار، مرز عشق عکس دهی میره میگه در چشمه سر را اولاغ نوشیدن را توزه در آب فرو کرده بود عکس دهی خود را دیده حالی که وطن میخواهد تر کنن اون ارزش واقعی که وطن دار بودن است که دارای وطن بودن است ندارد خود را دهی میبینن که گذر آب آن را برد ببینید یعنی سرنوشت نیداره این وزیست خودش نیست یا پای هم از زمین کنده بود نشانه ها چقدر باید دیگر رابطه دارن پای شما بالای مرکب که سوار هستین پایاتون بالا از زمین کنده است این چی استفاده میکنه یعنی من پا قدرت را رفتن ندارم پای من پای از زمین کنده است من سرنوشت خودم از دست ندارم بیشتر هم گفته بود آب گذر آب بود باید میگه که و سوار الاغ پشت برهنه از آغوش کوهسار میلرزیدم اول کوهسار نماد استقامت مقاومت پایداری پابرجایی میلرزیدم بازم شما وقتی از کوهسار میلرزید به اراده شما نیست شما میلرزید یا مثل که همون در آب گذر آب مثل که همون پای مزید کنش این نشانه ها چقدر دقیق با هم دیگر وصل میشه باز انگامی که در آخرش این میگه و تکه های دیگر هم داره باشه نگرفتیم و تکه های غرور و هویتم را از زیر سم الاغ پشت برهنه برخان چی؟ این اینجا میخوامید که این الاغ اون الاغ نیست که بالایش نشسته آمده بخاطر چی؟ بخاطر که شما غرور اومده بیرون نشان داده نمیدارید یک تکه های غروره که از زیر سم الاغ میشته تکه های غرور چیست؟ تکه های غرور یک تصویر معقول است محسوس نیست یک تصویر ذهنی است اینا رو شما میفهمید که نه اگه میگه تکه های غرور رو میچینم پس این الاغ هم اون الاغ نیست که بالایش نشسته آمده یک کار انتیاب هنری و فیبا کرده خب واژه هایی که در شعر کمتر استفاده میشن کم تیز تیز شما ما رو زیاد مطرح گرفتم خب دو کتاب هست و وقت زیاد دارم من ردیابی بسامد واژه ها در شعر فاطمه تر صرف نظر کردم هرچند واژه هایی که بیشتر تکرار میشن بسامد بالا دارن از روی از اون به ناگفته های شاعر آدم پی میبرم ولی من چند واژه که یعنی کم در شعر استفاده میشن رنده، شغب، یایسگی، خرند، جلوس، هنگف، سارو، پیسوز، دکر، لاخ و اینگه زیاد است از این واژه ها اما توجه من چهار پنج واژه غلیظ پشتون جلب کرد ماکیته، گدر، منگی، یرغل، غجدی ما در زبان فارسی اقلا ده گزینه برای از این واژه ها داریم چرا فاطمه اختر واژه های پشتو رو در بین شعر فارسی میارن؟ دوستان دشمن های داخلی و خارجی وطن ما تخم نفاق به این سرزمین کش کردن نهال شد نهال بزرگ شد آن برای از اون سناریو های جور کردن ایستن که چرا کم این نهال همیشه آب بدن که این تازه باشن همیشه یکی از ترفند های ایشان همیست که مثلا یکی از سناریو ها میگم شما مثلا از زمان مادری دارم اینی واژه را حق ندارین رو بگیم بجایش اینی واژه که من تعیین کردیم از این زمان دیگر بگیم خوی چی بلا داره یک لوحه را تا برا میکنن یک هر از مرز بشن خود این هر کس که باشم میفهمه که این آب دادن اونمو اونمو تفرقه و اونمو نفاق در بین ماست این خود این سناریو دیگر معنا نداره شما لشکرگاه بگوید شما دانشگاه بگوید دانشگاه نگوید قبلگاه بگوید تمام دانشگاه نگوید فاطمه اختر چی نگوید؟ با آوردن چند واژه پشتو نشان میده که عزیز هر اون چیزی که در همین جغرافیای به نام افغانستان وجود دارد از کار ماست پشتو فارسی ازبکی هر دین و مذهبی که از این مبسط این دارایی این کشور است این اتحاد است هیچ کس برتر از دیگر نیست همه ما یکی هستیم و این کاری از این واقعا کار در راستای آشتی است که من بسیار زیاد میپسندم شاید بعضی ها نگاه انتفاعی داشته باشه برای من بسیار کار ارزشمند است در راستای وحدت کوشیدن
این کار احتمال داره که همون نگاه را که بسیاری‌ها می‌خواهند آن بدن، ما باید عرب رو از بین ببریم. اگر ای به من این جمله بگفتی، هنرش نیست. ما هنرش هم گفتیم، آره یک چند نمونه از ای ها هم. از نواقص. یک دو سی نمونه را اشاره میکنم. شعر صفحه شش همین کتاب حوزان شکسته زندگی میگه نه به انسان برتر و انسان بهتر محتاجیم. همه سخن از تبعیض میگفند سوا از رنگ. در این شعر یک چند تا ترکیب هم ترکیب دیبا بافتن تبعیض، زادن اندیشه، انگشتان سرنوشت و موضوع خوب است. اما این شعر نشده. این فقط یک خطابه هست. نفر داخلش میگه انسانیت نابرابران کسبت میشود وقتی از عدالت میگوییم تقسیم انسانیت مساوات میخواهد. بسیار کتاب خوب است. شعر نیست. یک وعظ است. یک نصیحت است. ترکیبای خوبان داره. موضوع خوب است. اما شعر نشده. در کتاب دلسایی نیاسودن صفحه 23 میگه فرهادم رو به تیشه دل کم برکنم. دوستا اگر مبالغه نکنم. اقلا 10 میلیون بار ما این اسطوره های مجنون لیلی و فرهاد و شیرین آوردیم. شما اگر این اسطوره ها رو بیارین به شکل پردی که در شکل پردی لبخند ندارن یا بینامدنی یا خیلی از یا یک کار تازه رایش میکنین یک کار نمو میکنین پذیرین دست. اما وقتی این رقم بیارین این به محور عمودی و افقی شعر به تمام جایی که خوب هم باشه صدمه میزنه. در صفحه 31 در سایه نیافتن من از یک غزل دو مصرعش رو میخونم. زراعی دیده در شهر عشق من سفر کردم که برگشتن ندارد هم اگر دارد نمیگردم. جهان نقد بگذارم برای نسیه دیدار و کارم ناید این دنیا در درد عشق بیردم. من فکر میکنم این شعر خانم اختر از دوران 14-15 سالگیش است برادر من از وقت گرفتا ما رو در بین کتاب چاپ کردن با هیچ گوشی از اندیشه فاطمه احتر برمان نیست این نوعی دید و داره کارم این دنیا رو در بهش میدن بسیار ناشیانه است و بسیار زمانه کنه داره این کاش این شعر در بین کتاب چاپ نمیشد. دیدگاه شخصی من است وقتی این دو کتاب مطالعه کردم فاطمه احتر در شعر سفید شایدتر یافتم تا شعرهای موضوع او هم نمون شعرهایی که فاطمه اختر کلید گرفته در موزه رو باز کردن دست شعر گرفته بود رو وادار ساخته وقت نمزدن در اون شعرهایی که شعر آمده در موزه رو باز کردن فاطمه اختر رو با خودش برده و پرواز کردن اینجا ببینید که چقدر سادگی و زیبایی بافت میخورن با هم و چقدر شعر مثل شاعر است و شاعر مثل شعر واقعا شعرهای شعر است. در کتاب دستایی نیاسودن در یک غزل دو جای شکستگی وزنی بود یکیش البته از مشکل نوشته بود به جای شهد شهید نوشته کرده بود انگبین و شهر پیروزی بریزن برچی جامعه و یک دو مثال بالاتر پایین ترش جشن پیروزیت را چرا آغانی نمایم درسی شامعه که پیروزیت یای پیروزیت و رای بعدش اضافه است فاعلاتون 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 اگر اون رو پس کنیم بگیم جشن پیروزت چرا آغانی نمایم درسی شامعه درست میشه دیگه برای تمام کتاب یک با یک مشکلی وزنی هم برمخت بود خیلی خوب بود خب بعد مشکل های وزنی است که گوش تشکیز داری تو پرمایی ممنید در صفحه 38-49 این کتاب یک شعر دو بار آمده یعنی دقت لازم صورت نگرفتن یک شعر دو چاپ شدن و در صفحه 139 تنش و توی نشته شده خب این یک پا می باشن من حرف آخر خود یک بار دیگر تکرار میکنم اگر فاطمه اختر در مرحله دوم قوی آبرونی ظاهر شد ساده بگیم اگر شعر خود یک هفته بعد دو هفته بعد از تولد بخونم تراش بخورم از این هم کنه شما شعر فاطمه اختر زیباتر و شیرین‌تر میافتیم من فقط یک دقیقه دیگه تونه میگیرم من چند شعبیت از کتاب دستایی نیاسودن بیرون نویس کردیم یعنی فاطمه اختر واقعا شاعر است و شاعر خوب است جلال طبع بلندم به آسمان نرسید به سقف کوته این خانه بام چون که گنجشک یک اتخانه در اتاق بین خود به دیوار میزنده و دیوار میزنده که برای آسمان با یک آوردن بار اون سنده را بسیار زیبا تصویر کرد یا انکار آتشین دو سنگ زمانه هم اقرار صادقانه چکماق بودم خواننده این کتاب ها باد است تقدیم کنم خودم به او باد است جناس مرکب
این چیزا بزار ببینه این کتاب بگرد این دارد کی گفت دامن گل لکه نبود گرفت اینجا لکه نبود که کار بسیار گل خواه اول بارون لکه خود ننگ نبود گرفت شما چطور میدانید که بارون را حذف کنید این ننگ ما قبول نمی کنید کی گفت دامن گل لکه نبود گرفت و باد بود تراوت و هرچی بود گرفت بشه و ببینید دیده شایان داره تناب و یک پیران در این تناب آمیزان است و پیچ و تاب زدار تناب پیرهن یخم دریده ز سیلی باد چون دهن این دامنه ها کبیر گردد دل من آهو بره ها اسیر گردد دل من خونه که رسیده تا لب کاسه صبر با آمدن تو شیر گردد دل من برای فاطمه اختر پیروزی های بیشتر و ایجادیات بیشتر آرزو دارم از شما سپاسگزار هستم که برای تحمل کردید مایه افتخار است مایه که یک رئیس شاعر عظیم داریم